مرز خدمت و خیانت در عرصه سیاست و دیپلماسی مرز باریکی است. مهمان من از نظر دولت ایران دیپلمات خیانتکاری است که اسرار کشورش را به خارجی ها داده. خودش میگوید اقدامش جز خدمت به مردم نیست. او در هر دو حکومت شاه و جمهوری اسلامی دیپلمات بوده با ماموریت هایی در کشورهای هند، افغانستان و پاکستان. میگوید وقتی در پاکستان بود در جریان همکاری عبدالقادر خان معمار برنامه اتمی پاکستان با ایران قرار گرفته. بعد به غرب پناهنده شده و اطلاعاتش درباره این همکاری را در اختیار غربی ها قرار داده. خادم است یا خائن؟ علی اکبر امین مهر، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خیلی خوشبختم از دعوتتون. آقای امین مهر، چرا فکر میکنید دادن اطلاعات سری درباره برنامه اتمی ایران به کشورهای خارجی خدمت و نه خیانت؟ بله، بسیار سوال مهمیه و در طول مدتی که من استعفا دادم و پناهنده شدم و اسناد آوردم و به 5 کشور قدرت بزرگ اسناد دادم که جلوی تولید بمب اتم در پاکستان و ایران گرفته بشه، هم با وجدان خودم چالش داشتم، هم با سوالهایی که میشد هم از داخلی، خارجی، ایرانی، دوست، آشنا، همکارا واقعا مشکل داشتم که آیا این کار من خدمت بوده یا نه. ولی همونطور که در کتابم هم نوشتم، با توجه به اینکه من از اول انقلاب تا اون موقع کارمند وزارت خارجه بودم و در ماموریت‌های هند و افغانستان و پاکستان دیده بودم که چجوری رژیم جمهوری اسلامی ایران استانداردهای بین‌المللی را در رابطه با اصول روابط بین‌الملل و تنظیم روابط با کشورها و با مردم اونها بر اساس مسائل سیاسی فرهنگی به صورت صلح‌آمیز انجام نمیده و در پاکستان، مخصوصا در پیشاور پاکستان می‌دیدم که با بعضی از گروه‌های تروریستی همکاری می‌کنه. مثلا من در سال 89 با بن لادن ملاقات کرده بودم، در سال 92 هم که از سودان برگشته بود باش ملاقات کرده بودم، رهبر تروریست‌های دنیا. البته من اون موقع نمی‌دونستم، البته اون موقع بن لادن بن لادن نبود، اون لادن یکی از افرادی بود که در افغانستان می‌جنگیدند و مثل هر کسی دیگه بود. بله بله، ولی جز... القاعده هم وجود نداشت. بله بله، نتیجه نمیشه اینو به حساب کاملاً فرمان شما منطقی که شما می‌فرمایید گذاشت. ولی جزء گروه بین مجاهدین گروه‌های منتدل بودن، گروه‌های افراطی بودن. اینا مثلا با گروه‌های افراطی همکاری داشته، مثل حکمتیار. اینه که من تصمیم گرفتم و با خودم مجادله کردم آیا این بمب اتمی دست رژیم جمهوری اسلامی ایران باشه، از این در برنامه‌هایی که در جاهای دیگه، در بمب‌گذاری‌های دیگه، در صدور تروریسم بین‌الملل استفاده خواهد کرد یا نه. و ضمناً من ناآگاه، ناخودآگاه در دام این قضیه قرار گرفتم، والا من به هیچ عنوان نمی‌خواستم اصلا در ولی شما آقای امین مهر می‌دونین که بسیاری حتی از مخالفان جمهوری اسلامی هم فکر می‌کنن که این حق مسلم هر کشوری از جمله کشور خودشون که بتونن به فناوری هسته‌ای دست پیدا بکنن و کشورهای غربی نباید مانع بشن یا اینکه تحریم اعمال بکنن، حتی کسانی که با جمهوری اسلامی ایران هم مخالفن، این رو یک موضوع ملی میدونن. بزرگترین آرزوی منم این است که یک روز کشورم به همه فناوری‌های هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. ببینید، بمب اتم دست فرانسه هم هست، دست آمریکا هم هست، شما خودتون میدونید، هموطنا میدونن، در دست خیلی از کشورهایی هست که دموکراسی رو رعایت میکنن و رهبرای خردمندی هست، رهبرایی که به اصول روابط بین الملل و صلح روابط بین الملل احترام میذاره. ما نمیتونیم شمشیر را دست زنگی مست بذاریم که بیاد و بکشه و داغون بکنه. من واقعا در بین انتخاب مرگ و زندگی بودم، آیا من اینو وردارم به ضرر این اسناد و به غرب ببرم؟ به عنوان یک جاسوس ملی هستم، علیه منافع ملی خودم کار کردم، یا اون حربه رو که از دست اینا بگیرم و جلوی تروریسم و جلوی کشتار و فاجعه رو بگیره،
ضمناً اون موقع هنوز معلوم نیستش که معلوم نبود که این بمب اتم. من فکر می‌کردم که توضیح هم دادم، من فکر می‌کردم که تکنولوژیش رو با توجه به ملاقات‌ها و دیدارهایی که با عبدالقادر خان، کتابی که در موردش در کتاب سبز وزارت خارجه نوشتم، در تهران ویلا داره، بعد در گرین هتل سال 94 دیدم و بعدش هم که این خریدارا دیدم، ای داده بیداد اینا دارن مشترکاً با هم همکاری میکنن که این بمب، اولین بمب اتمی اسلامی رو با تکنولوژی پاکستانی و پولهای بادآورده نفت از طرف رژیم جمهوری اسلامی ایران این بمب رو تولید بکنن. شما آقای امیدمر، اگر که این اسناد رو در زمان حکومت شاه به دست می آوردید، با همین کار رو میکردید؟ در اختیار غربی‌ها قرار میدادید؟ عرض کنم بازم بسیار سوال مهمیه. اگر ببینید در زمان شاه هم قراردادهایی راجع به تأسیس تأسیسات اتمی امضا شد. این پالایشگاه بوشهر رو میدونید که مرکز اتمی بوشهر رو در زمان با آلمان ها نیروگاه و قراردادش رو منعقد کردن و یکی از برنامه اون هم رسیدن به تکنولوژی هسته‌ای بود. ولی در سیستم روابط بین الملل اون موقع، سیستم شاهنشاهی به عنوان سیستمی که به عنوان کشتی صلح در منطقه است، به صلح و آرامش در منطقه کمک میکنه، من اگر در ماموریت خارج از کشور بودم و میدیدم که مثلا دولت شاهنشاهی مخفیانه داره این کار رو میکنه، به وزیر خارجه من یا به معتمدین، اون موقع دکتر کاظمی رئیس دفتر حقوقی استاد من بود، به اون اطلاع میدادم آقا دارن این کار رو میکنن، من اینو به شما اطلاع میدم، ولی نمیتونم اینو در اختیار خارجی ها بذارم. ولی در مورد دوم من دیگه از کسی مشورت نخواستم، با خودم کنار اومدم، خودم. یعنی در واقع شما چون مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران بودید این کارو کرد؟ نه خیر، من مخالف نظام شاهنشاهی هم بودم. من زمانش دو هفته زندانی شدم، در تظاهرات دانشجویی شرکت کردم، اولین بارم که وارد کادر سیاسی شدم در کتبی، کنکور و ورودی، اینا همه امتحانات 6 ماهه دانشکده سیاسی قبول شدم، ولی در مصاحبه رد شدم برای اینکه ساواک منو تایید نکرد. ولی در دوره دوم، دو سال مونده به انقلاب بود، سال 55 من وارد وزارت خارجه شدم که اون موقع یه مقداری دیگه اون حالت اقتدار مطلق از بین رفته بود، یه مقداری میخواستم به تحصیل کرده ها، چون همیشه بحث بر سر این بود که هزار فامیل کشور رو اداره میکنن، قرار بود که ثابت بشه نه اینطوری نیست. امیدمهری هم که از ارومیه اومده، از یک خانواده معمولی، میتونه یه دیپلمات بشه. بسیار خب، ما حالا برمیگردیم به مثلا کار دیپلماتیک و شما به خصوص در دوران بعد از انقلاب در ایران. من تا قبل از اون خیلی خلاصه و فشرده، اگه لطف کنین با توجه به وقت کمی که ما داریم، توضیح بدین که دقیقاً شما چه اطلاعاتی به غربی‌ها دادید؟ من اطلاعاتی که به غربی‌ها دادم اون تلکسی است که فرستادم به دکتر ولایتی که آقای شامپاچه نامی اومده، نمونهش هم آورده، سه تا کاتالوگ روسی هم در پاکستان، سه تا نمونه اورانیوم غنی شده، اشتباه کردن از یک جعبه های 6 میلیمتری پولادی با 1000 مکافات سوراخ کرده بودن که بیارنشون بدن که این جنسش خوبیه. منم نمیدونستم، من در غیاب مامور امنیتی و مامور سپاه که به مرخصی رفته بودن و در آستانه عید نوروز اینا مرخصی میرفتن و منشی نمایندگی گفتش که آقا ایشون اومده و ما هم در جلسات هفتگی قرار داشتیم که نگیم که در مقابل ارباب رجوع نگیم که ما نمیدونیم و باید بگیم که ما همه چیز را میدونیم. گفتم ایشون از من رئیس قبیله فلان کروم ایجنسی از منطقه شامپاچا اومده و میخواد آقای جعفر آریاپور رو ببینه، در غیاب اون آقای نوری رو ببینه، نیستن، شما ایشون رو میپذیر. گفتم با کمال میل. ایشون اومدن، نمونه رو گذاشتن، کاتالوگا رو گذاشتن و من این نام 20 میلیون گفتم، من گفتم 5 میلیون، اونم پاشد و مصافحه کرد و در منطقه قبائل، یعنی قراردادان امضا شد. منم به دکتر علی اکبر به عنوان سرپرست نمایندگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پیشاور یه تلف نوشتم چند خط این طوریه، ولی ایشون در آخر پرسیدن که این محموله از طریق هلال احمر که شما اسلحه ها رو میارید برای مجاهدین قبلا می آوردید بره، یا
همینطوری از طریق مرز زمینی بیاد که من انتظار نداشتم که بلافاصله جواب بیاد به امضای جناب آقای واعظی معاون بین‌المللی وزارت خارجه در اون موقع، معاون جناب دکتر علی اکبر ولایتی، که بخرید دو کلام. حالا تا اینجا یعنی در واقع یک توافقی که از پیش شده بود، مذاکراتی که از پیش شده بود برای خرید اورانیوم از پاکستان برای ایران، شما به طور اتفاقی در این جریان قرار گرفتید و این معامله رو شما انجام دادید که اورانیوم خریدن و بردن ایران؟ بله، کاملا همینطوره. لب مطلب همینه دیگه. نه خیر، ایران نبردن. لب مطلب اینه که اینو دادن به پاکستانیا، برای اینکه در من در تلکس هم نوشته بودم که کجا تحویل بدن. ایشون گفتن که بخرید، یعنی پول رو بدید از محل بودجه سری که پرداخت شد. دیگه به عمر من نرسید، آقای جعفر آریاپور اومدن و دادن پول ایشون رو. ولی بعدا من فهمیدم که پاکستانیا دادن برای اینکه اون بمب اسلامی رو تولید بکنن و تولید کردن در سال 98. پاکستانیا، شما با خرید اورانیوم در واقع تصمیم گرفتید و به این نتیجه رسیدید که ایران داره بمب اتمی می‌سازه؟ نه خیر، عید نوروز سال 1994 بود. من در دفتر کارم نشسته بودم، همه همکارا اومدن مرخصی کردن. آقای جعفر آریاپور هم گفتش که من میرم اسلام آباد، اینا دیگه مأمور نمایندگی. آقای کریم ثابت هم سرکنسول در تهران من تنها بودم. دو روز تاسوعا عاشورا بود، شنبه و یک شنبه. من دیگه خسته بودم، دو روزم مسئله خاصی بشه. عید نوروز افتاده بود به من، اینو ورداشتم، خانواده‌مو ورداشتم. در ویکند که میرفتم به گرین هتل رفتم. مردمان پاکستان چون 20% شیعه هستن، به این مسائل تاسوعا عاشورا احترام میذارن. تعطیل عمومیه، از تلویزیون موزیک پخش نمیشه. ولی من به منطقه ناتیاگلی محدوده گرین هتل رسیدم، دیدم که دارن جشن گرفتن، میرقصن جوونا با پرچمای پاکستان و زنده باد پاکستان، زنده باد ایران. همون هیچ ایرانی، فقط معاون وقت سفارت ما، شخصی به نام آقای حسین کاشانی که ایشان از وزارت اطلاعات و سپاه بودن، ماشینشون اونجا بود. ولی ماشین من چون راه طولانی را رفته بودم، اون راه 19 کیلومتری به منطقه ماری رو بسته بودم. من فکر کردم مثلا مقامات نظامی راه طولانی رو که 350 کیلومتر بود و من انتخاب کردم رفتم، و اگر من از اون راه رفتم نمیذاشتم. منتها من در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم. من هتل رفتم، رئیس کل پلیس پاکستان جنرال جاوید اومد گفتش که آقا اینجا یه میهمانی خانوادگیه و شما بعد موقعی اومدید و آقای کاشانی رو که من دیدم قایم شد. خب این مهمانی برای چی بود؟ این مهمانی بعدا من فهمیدم برای اینکه آقای عبدالقادر خان بود، برای جشن تولید اولین بمب اتمی به صورت آزمایشی. خب این چه ربطی داره به اینکه من سوالم این بود که شما در جریانی قرار گرفتید که ایران یه مقدار اورانیوم می‌خواست برای از پاکستان بخره. خب و بر اساس همین خرید اورانیوم شما تصمیم گرفتین که ایران میخواد بمب اتمی بسازه و همه جا اعلام کردین که ایران داره بمب اتمی بسازه. من در اون جلسه شک و تردید در من، خب ما اورانیوم خریدیم ولی تهران به من نگفتش که مثلا هلال احمر میاد و اینا، ولی جشن گرفتن. آقای کاشانی قایم شد، ماشینش نیست، بعد با اسکورت منو آوردن به راهی که بسته بود. همه اینها نشون دهنده نیست آقای بعدم مورد تعقیب واقع شدم. بمب اتمی می‌سازه. شما اطلاعاتتون رو دادین به غربی‌ها، منتها خیلی زود بعد از اون، چند سال پیش ما این کارو کردین. بعد از اون غربی‌ها، تمام سازمان‌های اطلاعاتی غرب گفتن که ایران تا ساختن بمب اتم چندین سال فاصله داره، در حالی که شما اعلام کرده بودید که انقریب ایران بمب اتم خواهد ساخت، یا شاید ساخته، حتی شما گفتید اون موقع حتی ساخته، و یا اینکه انقریب اعلام خواهد و دنیا رو شوکه خواهد کرد. اتفاقی نیفتاد. شما الان حاضرین حرفتون رو پس بگیرین؟ نه خیر، من پس نمیگیرم. من ایمان دارم که فرار من باعث شد که همکاری پاکستان و ایران برای تولید مشترک بمب اتمی به هم خورد، و به خاطر همین هم است که حضرت آیت الله خامنه ای گفتن این حرامزاده رو هر کجا دیدید بگیرید و بکشید و نابودش بکنید. اینو من از یکی از فامیلای خودم که روحانی هستن و تا اون زمان رفت آمد داشتم با ایشون، از ایشون شنیدم، دوستای دیگه هم تایید کردن. بنابراین اینا
مواد رو می‌خریدن. من در اون برنامه ناتیوکالی اید نوروز به یه چیزای دیگه پی بردم. بعد آقای جعفر آریاپور از مرخصی اومد ما رو همون شب به خونه‌اش دعوت کرد، گفت در گرینز هتل چه اتفاقی افتاد. گفتم واقعا من نمی‌دونستم، گیج شده بودم. ولی مسئول محرمانه نمایندگی اتاق رمز همون شب اول ورودش ما رو دعوت کرد و این سوال رو بعدن که رفتیم خونه دیدم از خانمم سوال کرده، بچه‌هاش از بچه‌هام سوال کردن. وقتی این سوالا شد روز بعد هفتیری رو که هر کدوم از ماها یه هفتیر پرسنلی در نمایندگی داریم که از خودمون دفاع بکنیم، اونا از من تحویل گرفتن. از لحظه ای که این اتفاق افتاد تا لحظه ای که من فرار کردم، من در حال ترس و ترور و وحشت و در حال مرگ بودم. یک روزم از دیوار خونم ریختم، میخواستم منو بکشم. به هر حال همه اینها نشان دهنده اینه که ایران داره بمب اتمی میسازه نیست آقای امیدبر. دلیلش هم اینه که اسرار برنامه‌های هسته‌ای ایران، اگر ایران به طور مخفیانه داره بمب هسته‌ای می‌سازه، اثر نیست که شما بتونید بهش دسترسی پیدا کنید. حتی بسیاری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران هم از این موضوع میتونن بی‌خبر باشن. چطور ممکنه که شما که یک کارمند وزارت خارجه هستین از این همه اطلاعات باخبر شده باشید؟ ببینید، من به عنوان کارشناس سیاسی که هم دوره زمان شاه رو دیده هم دوره زمان بعد از انقلاب رو دیده، بالاخره یه مشی سیاسی دارم، در مورد مسائل میتونم تجزیه تحلیل بکنم و وظیفه ما همین است. وقتی من این سه حرکت رو، قضیه شامپاچه رو، قضیه ناتیاگلی و قضیه دعوت‌ها و اومدن 27 هیئت و سوال از من که کجا بودی و چیکار کردی اینا و گرفتن افتیر، به این نتیجه رسیدم که اینا با پاکستانی‌ها دارن همکاری میکنن برای تولید اولین بمب مشترک اسلامی، بمب اتمی اسلامی. من اینو ایمان داشتم، هنوزم ایمان دارم و شاهرگ گردنم هم بره من به این حرفم هستم. دادگاهی هم بشم تا آخرین لحظه محکومم به اعدام بشم، میگم اول اینا میخواستن با هم بمب اتم اسلامی رو تولید بکنن. فرار من باعث شد که پاکستانی ها خطشون از همدیگه جدا کردن و ایران عقب ماند و پاکستانی ها 3 سال بعد از فرار من این بمب اتمی رو تولید کرد. و بعدن هم آقای گلدن اشمید معاون البرادعی اومد ملاقات کرد با من، مقامات دانمارکی به من گفتن آقا چرا این سفر مهم رو خبر ندادی؟ برای اینکه گفتم برای اینکه شما مدارک منو به آژانس انرژی اتمی ندادید. ایشان اومد اون نامه ای رو که من برای آقای دکتر ولایتی نوشته بودم اصلش در پی ای تی دانمارک، کپیش رو داشتم، کپیش رو گرفت و جواب آقای دکتر ولایتی رو که واعظی امضا کرده بود بخرید و گرفت. اون عکسای مربوط به اون گرینز هتل و ملاقات ها و اون که آقای شامپاچا قبل از این قضایا و سفر ما در سال 80-89 در ایران ویلا داشته در شمال و هر موقع خواسته میتونسته بدون بازدید وارد دفتر آقای خامنه ای رهبر بشه، بنابراین همه اینا رو من به عنوان کارشناس سیاسی کنارم دیگه گذاشتم. به این نتیجه رسیدم که اینا میخوان تولید بمب اتمی بکنن و چون پاکستانی هم میدونستم که اونا دارن یه کارهای تروریستی میکنن و واقعا من در داخل خود ارتش هم دوستایی داشتم، در ملاقات ها میشنیدم که میخوان تصمیم دارن به کشمیر حمله بکنن، یه جنگی در پیش، این بمب اتمی رو تولید. من با خودم به این نتیجه رسیدم ولی این گزارشو به تهران دیگه نفرستادم، برای اینکه اگه اینو میفرستادم منو میگرفتن با اونی که میخواستن آقای جعفری میخواست از من در بیاره عمل میشد. شما آقای امیدوار در کتابتون و در بسیاری از مصاحباتون جمهوری اسلامی و افرادش رو افرادی کودن، افرادی که بدون فاقد درک عمیق سیاسی و شیوه های ناآشنا به شیوه های دیپلماتیک هستن توصیف میکنید، در حالی که به نظر میرسه که با این صحبت هایی که داریم میکنید تمام این دستاورد هایی که تو عرصه های مختلف داشتن از جمله برنامه هسته ای این خلاف اینو ثابت میکنه. ببینید، شما کتاب منو خوندید ولی به یک مسئله توجه نکردید. من نوشتم درست در آتا آستانه تاسیس بازگشایی مجدد دانشکده سیاسی وزارت خارجه، درست همزمان با آغاز مرکز مطالعات عالی بین الملل. بچه‌هایی که تازه با کنکور وارد دیگه توصیه نبود، دیگه از خیابون رد میشد سیمکش رو نمیدونه، اونا هم البته احترام و کار خود ولی دیپلمات نمیتونستن بشن. اینا اومدن امتحان دادن و اومدن ما، من و همکارای قدیمیم که 37 نفر مونده بودیم
در لابی، در اتاق، در رستوران، می دیدیم اینا راجع به روش‌های علوم سیاسی حرف می‌زدن، لذت می‌بردیم از دموکراسی، از حقوق بشر، از سقراط، از قسم سقراط و افلاطون و تا نمی‌دونم جنگ اول و دوم روش‌های علوم سیاسی رو بررسی می‌کردن، اصول روابط بین الملل، حقوق مقایسه حکومت‌های حقوق بین الملل عمومی، ما لذت می‌بردیم واقعاً. و از اون موقع به بعد که وقتی دانشکده باز شد، من همیشه اعتراف کردم که همکارای من باهوش بودن، باهوش هستن. الان هم همکارای من در وزارت خارجه و در نمایندگی‌های خارج از کشور، اکثریت قریب به اتفاقشان، بسیار کار کشته، بسیار تحصیل کرده، بسیار آگاه، و اکثریتشون هم به کمپین زمان سعد پیوستن. با این حال آقای امید، شما بارها اعلام کردین که می‌خواستین از خیلی وقت پیش به هر حال خارج بشین از دستگاه دیپلماسی ایران، به دلیل اینکه با مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران سر عملکردش اختلاف داشتید. ولی با این صحبت‌ها شما بیش از 20 سال موندین در بله، بله، فرمایشتون منطقیه. من موقعی که ماموریتم در هند تمام شد، با سرکنسول کانادا دوست بودم و ایتالیا، اونا از من خواستن آقا حیف این خانواده نیست و ورداری و بری اینا و درگیر مسائل بشی. ولی بعداً دیدم که به هر حال یه گروه مسلح بسیار منظمی که اون موقع روبروی مردم ایران در جبهه بود نقش داره در این قضیه، من این کار نکردم. و در افغانستان هم رفتیم دبی، چون خانومم میگفتش که من برای مادرم و خواهرم دلم تنگ شده، در کتابم نوشتم، گفتم آره میرم ایران میذاریم برای بعد. ولی به پاکستان که رفتم دیگه بچه‌ها بزرگ شده بودن، حتی من نصف 50% فوق‌العاده ارزیم و خرج خرید جهیزیه برای دو دخترم مهزاد و مهراز کرده بودم. یعنی اینا رو با قطار من فرستادم به ایران. ولی 20 سال آقای امید، 20 سال زمان طولانیه. شما نه فقط موندید، بلکه اونقدر هم وفاداری نشون دادید در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که به شما اعتماد کردند و مقام‌ها و پست‌های مهمی به شما دادند. شما از جمله میگید که شما از یک فرد خیلی مرموز به اسم نجفی صحبت می‌کنید که در کنسولگری پیشاور همه کاره بود و در واقع اون بود که تصمیم همه چیز رو می‌گرفت، و به نظر می‌رسه که اون به شما خیلی اعتماد داشته. بله، اعتماد از کجا به وجود اومد در حالی که شما مخالف جمهوری اسلامی بودید؟ ببینید، آقای محی الدین نجفی از شاگردان من در دانشکده سیاسی مرکز مطالعات بود. بعد برای اینکه ماها رو گذاشته بودن استاد دانشکده باشیم تدریس بکنیم، بعد از 2 ماه ایشون ماموریت پیدا کرد بره به پیشاور پاکستان، بعد سرکنسول شد، منم با خودش برد، میخواست منم نگه داره، ولی اتفاقاتی افتاد من نموندم. من نگفتم که مثلا همه همکارای ما بد هستن و اینا و کار زشتی اینجا انجام میدن، ولی کسایی که از سپاه، از وزارت اطلاعات یا بعضی از همکارایی که قبلا در سپاه وزارت اطلاعات بودن یا دوره‌های خاصی در لبنان، ترورهای لبنان، در ترورهای آرژانتین، در شمال آفریقا و اینا انجام داده و در عربستان انجام داده بودن، اینا مسیر حوادث را به یه جایی می‌بردن که به صدور تروریسم بین‌الملل منتهی بشه. من در جلسات اینو حس می‌کنم که ایران رد می‌کنه، ولی خب مدام از طرف کشورهای غربی به ایران زده میشه. ولی در جلسات هفتگی مثلا به ما می‌گفتن که آقا این دلارها تقلبی است و ارز نگیرید و این نقد میدیم، بیشتر هم میدیم. خب کسی که این کارو میکنه کار غیر شرعی داره انجام میده. یا مثلا من خودم میدیدم که داره 500,000 روپی باید من آقای محی الدین نجفی برداریم بدیم به یکی از مجاهدین که خیلی افراطیه. خب وقتی من اینا رو میذاشتم کنار، من مقامات عالی خیلی بالایی که با من بعضی مواقع اجازه نداشتم به اداره محرمانه در وزارت خارجه برم یا به اتاق رمز برم، ولی هر موقع سرپرست میشدم این کار، در آخرین ماموریت به من دیگه اعتماد کرده بودن، هند و افغانستان و نمیدونم چند تا ماموریت دیگه همه در و پیکر رو در اختیار من گذاشته. شما الان در جنبش موسوم به سفارت سبز فعال هستید، هدفتون چیه در اونجا؟ ببینید، کمپین سفارت سبز یک کمپین مستقلیه، وابسته به هیچ گروه و جرگه و حزب و اینا نیست. هدفش اینه که گروه های اپوزیسیون خارج از کشور رو
به عنوان قدیم وظیفه سفرا این بود که نامه صلح رو ببرن. آقا این همه رو در روی هم دیگه قرار گرفتید، بیایید در یه چیزای مشترکی که دموکراسی هست و آزادی هست و سکولاریسم هست و رفراندوم نهایی، همه اینو قبول دارید، جنبش سبز در ایران هم اینو قبول داره، رهبرانشون هم قبول دارن، شما هم اینو قبول دارید، بیایید این اتحاد حفظ بکنید، با هم یه مجموعه تشکیل بدید که اختلافات کنار بذارید و هدف ما این اتحاد اپوزیسیون و داخل ارتباط اینا به هم دیگه و دعوت و کمک به همکارایی که هم اکنون به جنبش سبز پیوستن، ما از بعضی هاشون خواستیم باشن که بعضی از گروه های شما یک بار اعلام کردید آقای امیدوار که نزدیک به 200 نفر هستن که قراره که به زودی 177 بله حالا من گفتم نزدیک به 200 نفر که اینها قراره که بپیوندن به سبز، به سفارت سبز، ولی این اتفاق نیفتاد. بله بله. یعنی فکر میکنین که اشتباه کردین در این ارقامی که ارائه دادید؟ نه اشتباه نکردم، این ارقام بعداً به ما گزارش خواهیم کرد به ملت ایران به عنوان اینکه باید بررسی بکنم آیا خطا کردیم، اشتباه کردیم یا نه. بله 177 نفر اون موقع با ما تماس گرفتن، میخواستن پناهنده بشن، ولی جلوی یکی از سفارتخونه های ما در خارج از کشور اون گروه مسلحی که در جنگ هم جلوی مردم ایستاده بودن به اون سفارت حمله کردن. شما اطلاع دارید به عنوان یک خبرنگار برجسته بی بی سی و ما این زنگ خطر شد. دوباره اینا میخوان بر موج سوار بشن. ما به بچه‌ها گفتیم که آقایون بمانید و از اسناد ملی و منافع ملی مردم ایران حفاظت بکنید. موندن فقط به اونا گفتیم هر موقع حس کردید که جانتون در خطر با ما تماس بگیرید. مثل آقای محمد ملکی که جان شناسایی شده بود، تماس داره پی برده بودن، فوری سوار ماشین شد، خانم بچه‌اشو گذاشت، اجاره خونه، همه یخچال، تلویزیون، همه چیز خونه رو گذاشت سوار ما، جانشو برداشت اومد به فرانسه و مثل آقای فرنگیان. خیلی متشکرم آقای علی اکبر امیدمهر از شرکتتون در برنامه. بسیار سپاسگزارم از دعوتتون. خدا نگهدار. خواهش می‌کنم.